حالا رد و بدل میکنن که میگه برای چی پول دانشگاه دادی، مثلا میتونستی بری کتابخونه درس یاد بگیری و فلان اینا. یا آهنگ عاشقانه است که اونجا هم که دقیقا اینا دارن لاوی داوی میشن، سیس روش هست ولی یه فورشادوینگ داره. سیس یه قسمتش هست که تو بک‌گراند داره پخش میشه که شروع میشه با اینکه I'm in love with the world through the eyes of a girl، ولی یه جای وسطاش میگه the situation gets fucked up. یعنی با اینکه خیلی آهنگ همچین سویتی به نظر میاد از نظر استراکچر آهنگی، سول ماژور، سول ماژور دی سی آهنگ خیلی تیپیکال که مثلا باید شاد باشه ولی نیست، یه همچین تلنگری میزنه که یه اتفاق بعدا میفته اگه ساوند ترک رو آدم بتونه فقط روش فوکس بکنه و گوش بده. آهنگ سوم که اگه وقت بشه میتونیم رو گیتار چکش بکنیم از Between the Bars. خیلی آهنگ پویتیکی، یعنی لاینای بسیار قشنگی توش هست، به چند تا چیز فیلم میتونه اشاره داده شه. خب Between the Bars میتونه محدودیت رو نشون بده. باز توی لیریکش که برید خیلی راجب اینی که وقتی عاشق یه نفر میشید میخواید کنترلش بکنید، میخواید همه چیزش رو بدونید. بعد این روی صحنه عاشقانه توی تخت خوابشون پخش میشه، این اونجا بود. و بعد میبینید که ویل هانتینگ برمیگرده میگه برای چی میخوای بدونی، چرا مثلا چرا میخوای این چیزا رو، تمام اینا توی Between the Bars هست. قضیه عشق و کنترل خیلی قشنگ توش ترکیب میشه، واقعا لیریک جالبی داره. و بعد میره به یه آهنگی که واقعا اگه من میخواستم رو گیتار بزنمش بعد چند هفته تمرین میکردم. من درگیر یه تئاتر هم هستم، بعضیاتون میدونید اصلا وقتش رو نداشتم، ولی این آهنگ حتما گوش بدید. یه گیتار پیکینگ اصلا عجیبی داره، آهنگی به اسم انجلس. باز خیلی جالبه اونجایی که دختر میره کالیفرنیا و اینم میگه بیا کالیفرنیا، لس آنجلس دیگه. و اینجا یکم فورشادوینگ داره که ممکنه بره، برای اینکه کورس آهنگ همش تمام میشه به So glad to meet you Angeles. ولی یه کمی آیرونیک هم هست، یعنی وقتی ورسا رو میخونید همچنین خیلی هم انگار دل خوشی از کالیفرنیا نداره، ولی میره نمیره میره نمیره، این حالت باره. و آهنگی که فیلم باش تمام میشه که اونیه که کاندید اسکار میشه، که باز اینو توجه بکنید که هپی اندینگ یه فیلم که بعضیتون فکر می‌کنید ممکن حالت هپی اندینگ داشته باشه اسمش هست میس میزری، یعنی باز توی حالت انیگماتیک اوپن اندینگ میذاره دارم میام به سمت میس میزری مثلا میس هپینس. و این آهنگیه که گرچه یه آهنگ میس میزری الیت اسمیت داشته ولی تمام ورساشو برای ویل هانتینگ عوض میکنه، برای همین هست که این کاندید اسکار میشه. من نمیتونم بگم لزوما این بهترینه توی این 5 تا، ولی خب این لیریکش اوریجینال برای این فیلم تغییر داده شده، ولی اسم کورس توی هم اوریجینال همین بود. و این همیشه انیگما میمونه که اصلا این پایان لزوما خوشم نیست، کی میدونه چی میشه در واقع. مثلا whatever works که هفته پیش داشتیم همچنین خبر اینجوری هم نیست، چرا همین با میس میزری تمام میشه. و حالا نکته بیوگرافیکالش همه که الیوت اسمیت بعد از فیلم معروف میشه، میره کالیفرنیا، میره نیویورک و تو لس آنجلس با دو تا ضربه چاقو به قلبش میمیره که نمیدونن که آیا خودکشی بوده نبوده. یه پایان تراجیک هم برای خود الیوت اسمیت هست. آلبوم های خیلی کمی داره به خاطر اینکه خب خیلی زود میمیره، ولی مقایسهش میکنن با نیک دریک که خیلی خواننده شبیه الیوت اسمیت هست، بریتیش نیک دریک. نیک دریک هم خیلی زود میمیره و همین حالت داره، خیلی با صدای خاصی آهنگا رو اجرا میکنه، خیلی همه چی به نظر ملو میاد ولی لیریکا رو که نگاه میکنید خیلی دارکن. نمیدونم اگه وقت یا حوصله‌اش رو دارید میتونید یه آهنگ رو مثلا چک بکنید. ببخشید وقت صحبتتون هم خب این همون آهنگ سوم هست Between the Bars.
Drink up, baby. Stay up all night. Really things you could do. You won't, but you might. The potential you be that you'll never see. Promises you'd only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. That push and shove won't bend them away. I keep them still. Drink up, baby. Look at the stars. I'll kiss you again between the bars. Where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you apart. Deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you forgot. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and bend to your. I keep them still. مرسی. آره کورت پروگرشن خیلی عجیب غریبی داره، چون خب خیلی تحت تاثیر بیتلز بوده، خودش میگفته آلتای مثلا پایان آهنگ مثلا یه جایی تمام میشه که خیلی سورپرایزینگه، توی آهنگای دیگه اش همین حالت هست و لاینا خیلی لیریکالن، یعنی واقعا جای گوش کردن و فکر کردن دارن. مرسی. این حتی تایتل هم میخوره و حالا در نظر بگیر که اکثر این ساونترک هم انتخابی هستن، یعنی اینا رو قبل از گود ویل هانتینگ نوشته نشستن با گاس فنسن گوش دادن ببینن چی از نظر تماتیک میخوره به فیلم. شما اگه لیریکی هم چک بکنید همه چی مربوطه، مثلا توی نونم همش راجع به ابلیوینه، راجع به ناشناخته بودنه، راجع به این که حالا ببینیم چی میشه. یعنی اصلا فیلم کوردای یکم شرقی هم داره، اوپن تونینگ داره، انگار که مثلا داره چیز مال شبیه سیتار یا تار مثلا میزنه، روی گیتاره، ولی الیوت اسمیت یه سری آهنگاش اینجوری، یعنی هم یکم موزیک میستیکاله هم لیریکش. روی صحنه ای که از دختر شماره میگیره و خوشحاله میره توی خیابون، روی اون و ساوند ترک ها، ما 5 تا ساوند ترک رو کامل میشنویم. یه سری آهنگای دیگه هست که توی بار پخش میشن، اونا که هیچی، خیلی گذرا. یکم کسل کننده، سعی میکنم تون بره. نکتم در مورد اول تشکر کنم، خیلی عالی بود، مرسی. مت دیمون و بن افلک با همدیگه نوشتن این فیلم نامه رو و اسکار بهترین فیلم نامه رو هم گرفته، در کنار اسکار بهترین نقش دوم واسه رابین ویلیامز و کلا هشت رشته نامزد اسکار بوده فیلمه. در مورد چی میخوام حرف بزنم؟ میخوام بگم که ما چند تا از فیلمایی که تو این فصل دیدیم رو مرور کنم و بگم که اون فرایندی که تحت عنوان ذهن زیبا یا ذهن خلاق یا نبوغ مثلا تو این ذهن این آدم ها میگذره، چجوری تو پلات این فیلم ها، چجوری تو افتخیز اتفاقایی که توی فیلم میفته در واقع خوب گره میخوره یا خوب گره نمیخوره. به نظر من این فیلم خوب گره نمیخوره و حالا توضیح میدم، علارغم که بهترین فیلمنامه بهترین اسکار هم گرفته. مثلا ما توی فیلم Dead Poets Society چیز کانسپت شعر رومانتیک رو داشتیم، فکر کنم 10-15 تا تک شعر نقل قول میشه از شعرهای بزرگ رومانتیک، مثل این شعر از والت ویتمن
نکته چیه؟ نکته اینه که تو اون فرایند نقل قول و آموزش دادن یا هر چیزی که از ادبیات دوران رومانتیک اتفاق میفته، شما توی پلات اون فیلمه میبینید این چلنجی که اتفاق میفته بین اون نظم و قانون و دیسیپلینی که مدرسه کذایی میخواد برقرار کنه توی مغز بچه ها و این روح آزاد و روح مثلا آشوبگری که این تیپ شعر رومانتیک میخواد بهشون القا بکنه، که این مثلا نمونه یکی از اون شعراست که میگه هم جوونم هم پیرم هم احمقم هم خردمندم، همه اینا هستم، بچم، بزرگم، پدرم، مادرم، و این من رزیست میکنم، این دایورسیتی رو میخوام حفظ بکنم. یعنی اگر اون خطکش میذاره تو مدرسه، شما میخواد اون بچه ها، اگه فیلم تو ذهنتون بیارین، خطکش میذاره مدرسه که میگه شما باید تو اینجوری را برین، اینجوری مثلا لباس بپوشونه، غیر ذلک، این تیپ شعر، این تیپ ادبیات دقیقا بر علیهشه، و این چالش رو شما توی فیلم میبینید که خیلی خیلی خوب نشسته. در واقع سرنوشت فیلم رو این چالش بین ریالیسم و رومانتیسیسم شکل میده. تو فیلم بعدی که هفته پیش ما دیدیم خیلی چیز نشد، ولی رشته تخصصی استاد نقش اول فیلم فیزیک کوانتوم بود، مکانیک کوانتوم بود، و در واقع شاید اولین و مهمترین کانسپت مرتبط با فیزیک کوانتوم همون عدم قطعیت باشه، که اینم باز توی فیلم خیلی خوب در هم تنیده شده بود. یعنی اینکه این فیلم هی تاکید میکرد رو کانسپت شانس و اتفاق، اینکه این شما بخواید همه چیز رو واقع گرایانه مثل همون تخته شطرنجی که این آموزش میداد بچینید، نیست. زندگی تصادفایی داره، بخت و اقبال اتفاقایی سر شما میاره که مسیر زندگی شما رو عوض میکنه. پس اینجا هم یه جورایی اون ذهنیت نبوغامیز یا رشته تخصصی نبوغامیز این استاد دانشگاهه توی که فیزیک کوانتوم باشه توی پلات داستان گره خورده بود. نمونه اعلاش احتمالاً این فیلم بود که این فصل هم به این اسمش هستش، A Beautiful Man. اگه خاطرتون باشه، خب رشته تخصصی اینم ریاضی بود مثل قهرمان فیلم امشبمون. این چیکار میکرد؟ از این صحنه شاید اول فیلم باشه اگه اشتباه نکنم، این تخصصش این بود که به خاطر اون کریپتوگرافی و کد، تخصص رمز کردن و کشف رمز کردن، همیشه پترن هایی رو تشخیص میداد، پترن هایی رو چیزایی که مردم نمیدن. مثلا اینجا اون رفلکسی که داشت، اون لیوان جامعه افتاد یهو روی این کراوات این طرف و یه پترن رو تشخیص داد. این صحنه ای بود که مثلا از ستاره های پترن واسه اون شاگردش که بعدم زنش شد داره ترسیم میکنه. یعنی چون یه مش ستاره بالا هستن، یه پترن رو میبینه که مثلا یه چتر باشه اگه اشتباه نکنم. همین تخصصش هم همین بود، یعنی از این راه بود که به پنتاگون راه پیدا کرد، این که یه سری اعداد و ارقام بهش نشون دادن و این یه رمز و رازی رو اینجا دید. ولی مشکلی که پیش می اومد این بود که این پترن رو ممکن بود تو چیزایی که واقعا هیچ رمزی نبود هم تشخیص بده یا سعی کنه تشخیص بده. اتفاقی که افتاد توی فیلم این بود که مدام روزنامه‌ها تکای مختلفش رو می‌برید و فکر می‌کرد اینجا یک مثلا رمز و رموز جاسوسی مربوط دوران شوروی نهفته است، در حالی که نبود. این یه تکه‌ای از نامه واقعی که جان نش به NSA که فکر کنم امشب دوباره اسمش اومد فرستاده بود، آن زمان که NSA هم محلش نذاشت، ولی پیشنهاد ساختن یه ماشینی بود که کمک کنه به NSA واسه کشف رمز و رمز مثلا دشمن آن زمان که شوروی باشه. حالا تو این فیلمه چه اتفاق میفته؟ تو این فیلم هم ریاضی هست، منتها خیلی گذرا ازش رد میشیم. یعنی دوباره رمز و رمزگذاری غیر ذلک نیست. اینجا مسئله که طرح میشه به نوعی نقطه عطف داستان میشه، این سوال در واقع به تئوری گراف باشه که بعداً حل میشه. یه فکر کنم به سوتی کوچیکم اینجا اتفاق بیفته، اینه که این چیزی که ما اینجا میبینیم و بعداً حلش هستش دوباره نوشته شده. یعنی این قسمت سمت چپ که صورت مسئله باشه، صورت مسئله دوباره نوشته شده با یه خط دیگه. چی هست تو گراف تئوری؟ ماجرا چی هست؟ ماجرا یه سری نود به هم دیگه وصلن. تو این مثال خاص میگه که
شما ماتریسی رسم کنید، ماتریسی رو در واقع بگید که مثلا بگید که چه نقطه هایی با یک بردار به همدیگه وصل میشه. سوال اول اینه. سوال دوم اینه که یه ماتریس دیگه به ما بگین که بفهمیم چه نقطه هایی به چه نقطه های دیگه با سه تا مسیر وصل میشن، با سه تا برداری، مثلا از یک به چهار، از چهار به دو، از دو به سه، از یک به سه، پس مثلا یه مسیر سه تایی داریم، یه همچون چیز. و دو تا مسئله بعدی که پیچیده است، من اونا رو نمیفهمم. اول میاد حل میکنه، میگه که این ماتریس ادجیسنسی این هستش و چیزش اینه. حالا دوست داشتن در موردش صحبت میکنیم. ولی این حالا چه تو پلات داستان چجوری میشینه؟ تو پلات داستان آیا هیچ ارتباطی با گراف تئوری داره؟ به نظر نمیرسه، مگر اینکه ما مثلا خیلی سعی کنیم بگیم که در مورد ارتباط، در مورد یه سری نودهایی توی جامعه هست و اینا چجوری با هم مرتبط میشن یا نمیشن. یکم با زور بزنم، کما اینکه اگر خیلی سریع ازش رد میشه و احتمال زیاد نمیشه روش حساب کرد. یه اتفاقی که میفته که در واقع وصل میشه به دوید. چند دقیقه وقت دارم؟ ده دقیقه. خیلی خوب. این دیوید فاستر والاس هست، نویسنده‌ای که مثل خشایار معروف بود به هدبندش و مثل قهرمان این فیلم ریاضیات و منطق خونده بود و فلسفه و ادبیات. نمیدونم چجوری میشه به این فیلم رو دوست داشته و میاد یه داستانی مینویسه، داستان بلندی و یکی از بهترین داستان‌های کوتاهش هست، داستان بلند، کوتاه بلند، یعنی حدود 40 صفحه که مشخصا در ارتباط با این فیلم هست. من میخوام بگم که این شکلی که دیوید فاستر والاس ریاضی رو مطرح میکنه تو اون داستانش به نظر من بهتر میخوره به پلات تا این فیلمه. که این چی کار میکنه؟ این اسم داستانش هست Good Old Neon. خب شباهت اسمش هم پیداست دیگه با Good Will Hunting. کاراکتر اصلی این داستان یه آدمیه که احساس میکنه فراده، آدمیه که اتنتیک نیست، هر کاری که میکنه تو زندگیش واسه اینه که بقیه دوستش داشته باشن، تحسینش کنن و بهش آفرین بگن. و مشکلش اینه و سر همین مشکل هم هست که داستان پیش میره و طرف خودش رو از بین میبره، کما این که نویسنده واقعا خودش رو از بین میبره، کما این که رابین ویلیامز خودش رو از بین میبره. یعنی یه سری تصادفای با مزی اینجا اتفاق میفته. شباهتش چیه؟ اینجا بچه چیزه، بچه یتیمه، البته باش مهربونن. اینجا داستان اصلش رو ارتباطش با دکتر گوستافسون که تراپیستش باشه میگذره. حتی شباهت ظاهری داره این دکتر به چیز، به همین رابین ویلیامز، بزرگ، خیلی آفیسش خیلی نامنظمه، عملا جایی تو آفیسش نیست که این بشینه، باید بره مثلا یه میزی رو، صندلی رو تمیز کنه تا جا واسه این پیدا بشه. خیلی مشخصا شبیه کرده. و اونم ریاضی داره. تو خود داستانه مثلا همین فرمول ریاضی داریم ما، مثلا یه ارجاعی ظاهرن به انجین میده، اینجا میگه که آدم ها یه طرف عشق میرن یه طرف ترس میرن، این دوتا چیز موتیوشون هستش و یه عبارت ریاضی میسازه که حالا خیلی پیچیده نیست ولی این رو نشون بده که به ازای هر انسان آدم ها یا اگر طرف عشقن طرف ترس نیستن، اگر طرف ترسن طرف عشق نیستن و هیچ موجودی نیست که نه طرف عشق باشه نه طرف ترس باشه. این عبارت لاجیک که اینجا نوشته. اینجا تو اتاق این تراپیست دو تا نقاشی میبینه. ما اینجا یه نقاشی داشتیم که مثلا خیلی چیز بود، نقاشی بود که خود رابین ویلیامز قرار بود بکشه و خیلی عصبانیش میکرد وقتی که از اون نقاشی به این نتیجه رسید که این اشتباهی ازدواج نادرستی داشته. از طرف دیگه این کاراکتر قبلش یه روانکاو دیگه رو میبینه که روانکاو به صورت پنهان مثلا گی هستش و این میگه که تو گیی و خودت نمیدونی، خیلی عصبانی میشه. و اینجا تو این داستان این دوتا رو به همدیگه وصل میکنه به این ترتیب که دوتا نقاشی تو اتاق هستش و این از روی این دوتا نقاشی این بیمار کلاینت که قهرمان داستان باشه میفهمه که روانکاوش گی هستش و خودش نمیدونه. یکی از نقاشی این هست که نقاشی معروفی هستش از این دختری که مثلا به خونه نگاه میکنه و این
نه مال اندرو میت هستش و این نقاشی معروف سزان، این دوتا گلوله، این یه جورایی مثلا یه سری نشانه های سمبولیک و فرویدی میبینه و این تأکیده و مثلا به مردانگی، یا اینکه مدام با ریشش بازی میکنه. روانکاوش میگه که خب این ریش در واقع دومین چیزیه که یه مرد رو مرد میکنه غیر از اون آلات مربوطه، و این در واقع کسی که با ریشش بازی میکنه انگار میخواد مطمئن بشه که اونجا هست، ریشش هست، انگار مطمئن بشه که مرد هست، در واقع میخواد مطمئن بشه که اون چیزی که باید باشه سر جاش هست. بما دیگه این میخوام بگم که یعنی شباهت ها این هست. خب چجوری حالا تو پلات میشینه اصل ماجرا؟ اینجاش خیلی سریه، نترسین. قضیه پارادوکس هست. پارادوکس یه چیز منطقی ریاضی هستش. این طرف میگه که من مشکلم اینه که فرادم، از اولم فراد بودم. فراد چی کار میکنه؟ آدمی که متقلب، آدمی که همون که گفتم دوست داره بقیه دوستش داشته باشن ولی اون چیز واقعیشو نشون نمیده، به این ترتیب کار میکنه. مثل هر پارادوکس دیگه با خودش در واقع تو خودش گیر میکنه. میگه که من دوست دارم به فرض آقا سیروس از من خوشم بیاد، مدام کارایی میکنم که خودم نیستم تا آقا سیروس از من خوشش بیاد، ولی وقتی به خودم برمیگردم از خودم بدم میاد که چقدر متقلب و جعلی و غیر اورجینال من که این کارا رو میکنم که کسی دیگه از خودم از من خوشش بیاد. وقتی این تقلب و این عدم اورجینالیتی رو تو خودم میبینم، اتفاقا بیشتر تلاش میکنم که نظرش رو جلب بکنم از من خوشش بیاد تا نبینه که اون من چقدر فرادم. یه پارادوکس اینجوری. اگه پارادوکس های معروف مثل پارادوکس آشیل رو تو ذهنتون داشته باشه، آشیل و اون چیز آره لاک پشت، به این ترتیب که آشیل مثلا 500 متر به لاک پشت آوانس میده که مسابقه بدن، وقتی که به اون 500 متر میرسه آشیل تازه شروع میکنه به دویدن. وقتی به اونجایی میرسه که در واقع 500 متر رو طی میکنه، میگه که لاکوش با سرعت کمتری ولی یه ذره جلو رفته، مثلا 50 متر جلو رفته. خب پس این میخواد که دوباره به اون برسه، تا برسه به اون 50 متر اون دوباره یکم دیگه جلو رفته 10 متر. یعنی به همین ترتیب این مدام تا به اون برسه اون یکم جلو رفته و هیچ وقت عملا تو این پارادوکس بهش نمیرسه. یا اون پارادوکسی که میگه من اگه بخوام به محمود برسم، قبل از اینکه به محمود برسم باید نصف فاصله‌مو طی کرده باشم، واسه اینکه این نصف طی کرده باشم باید نصفش رو طی کرده باشم، و همین جوری در واقع عملا من هیچ وقت تکون نمیخورم از این وقت بماند که به محمود برسم. یه در واقع سوء تفاهم